سلام دوستای خوبم، به کانال فرست هلث یا اول سلامتی خوش اومدید. با یه ویدیو باحال دیگه در خدمتتون هستم. تو این ویدیو میخوام آموزش دریافت مسترکارت گولد رو بهتون نشون بدم. قبل از اینکه بخوایم این ویدیو رو داشته باشیم، میخوام یه توضیح راجع به کارت‌های اعتباری یا همون کریدیت کارت‌ها بهتون بدم که اصلا این کارت‌ها چی هستن و به چه دردی میخورن. ببینید، ما کارت‌های اعتباری زیادی داریم ولی معروف‌ترینشون ویزا کارت و مستر کارته و تو اصل قضیه اینها هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن و تو عمل یه سری شرکت‌ها یا یه سری خریدهایی که می‌خواید مثلا انجام بدید و مستر کارت قبول می‌کنه، یه سریشون ویزا کارت، یه سریشون جفتش رو، بس در عمل هیچ تفاوتی با هم دیگه نمی‌کنن. ولی این کارت های اعتباری شما میتونید حتی کردیت کارت ها رو از بانک خودتونم درخواست بدید، ولی این شامل کمیسیون میشه یا گبورن، متوجه هستین؟ یعنی به ازای هر تراکنش یا ترانزکشنی که انجام میدید این ازتون کمیسیون کم میکنه، متوجه هستین؟ و این کاری که این کارتی که من امروز میخوام بهتون نحوه دریافتش رو آموزش بدم، این گبورن فرایه، یعنی کمیسیون ازتون نمیگیره. شما هر چقدر تراکنش یا ترانزکشن انجام بدید هیچ مبلغی به عنوان کمیسیون ازتون کم نمیکنه و بسیار کارت عالی هستش. حالا این کارت چرا باید ما حتما یک کریدیت کارت داشته باشیم؟ ببینید، شما مثلا اگر آلمان زندگی میکنید و میرید مثلا اتریش یا کانادا یا آمریکا، دیگه اونجا کارت های بانکی خودتون که مال مثلا آلمان هستش دیگه اونجا اعتبار نداره. شما نمیتونید با اون کارت برید و خرید بکنید یا از ATM پول بگیرید یا از این کارا بکنید. میتونید برید از ATM پول بگیرید، ولی گفتم ازتون کمیسیون های سنگینی کم میشه، متوجه هستین؟ به خاطر این شما یه کارت اعتباری یا کریدیت کارت میخواید که رفتید کشورهای دیگه به راحتی بتونید به قول معروف از ATM پول بگیرید یا از فروشگاه خرید بکنید. خب این کارت اعتباری هم یه کریدیت کارت، گفتم اگر به غیر از این کارتی که معرفی میکنم باشه، باز هم اون کارت ازتون به ازای تراکنش هایی که انجام میدید کمیسیون کم میکنه. و یک جای دیگه ای که بسیار عمده هستش برای استفاده این کارت، خرید بلیت هواپیما یا رزرو هتل هست. شما برای خرید بلیت هواپیما یا بوک کردن مثلا هتل نیاز به کریدیت کارت دارید یا همون کارت های اعتباری. به خاطر همین داشتن یک کریدیت کارت یا کارت اعتباری بسیار مهم هستش برای دوستانی که به اصطلاح خارج کشور زندگی کنن. بس این عمده مصارف این کارت ها بود. حالا خیلی مصارف دیگه ای داره و عمدهش رو به شما گفتم که برای چی ما باید حتما یک کریدیت کارت داشته باشیم. خب قبل از اینکه طبق روال همیشه بخوام آموزش رو شروع بکنم، لطفاً به کانال من برید و کانال من رو سابسکرایب بکنید. خیلی ممنونم ازتون. بریم آموزش دریافت این کریدیت کارت یا مستر کارت گولد رو داشته باشیم. توی قسمت سرچ گوگل بنویسید که گبورن فرای دات کام. خب اومدیم تو سایت، ببینید نوشته ایغ فورتایله یعنی مزایای شما، کاین یاغز گبور یعنی کمیسیون سالانه نداره، هو ابشلوس شانس یعنی شانس شما خیلی بالا، فلکسیبل روک سال مگلیش میگه که پولو که بخواید پس بدید تنوعهای مختلفی وجود داره که چطور پول رو بخواید پس بدید. میاید پایین اینجا نوشته کارت هی دایرکت به آن ترگه، میگه اینجا مستقیم کارت رو درخواست بدید. آن غیده یعنی شما آقایید یا خانوم، ببینید اینجا فراو یعنی خانوم، هر یعنی آقا، فور نامه یعنی اسم
کوچیکتون. ببینید یه ستاره هم بغلشونه، اینها اجباری هستش، یعنی باید این خونه ها رو کاملا پر بکنید. ناخنامه یعنی اسم فامیلتون، ناسیونالیته ملیتتون، خب اینجا میرید انتخاب میکنید ملیتتون رو، و پست لایت سال کد پستیتون هستش، اورت یعنی شهر محل اقامتتون هستش، شتراسه یعنی خیابون، نوما یعنی شماره خونتون، شماره ساختمونتون، تلفن موبایل، شماره تلفن موبایلتون، گبورتسداتوم تاریخ تولدتون، تاگ یعنی روز، مونات یعنی ماه یا یعنی سال، گبورتس اورت محل تولدتونه، خب اینجا ایران مثلا من هستم ایران می نویسم، وونزیت یعنی کشور محل اقامتتون، دوچلند یعنی آلمان، حالا هر کشور دیگه ای اینجا یه دوچلند داره، یه لوکزامبورگ داره، یعنی دوستانی که فقط توی آلمان یا لوکزامبورگ باشن میتونن این کارت رو درخواست بدن. ایمیل ادرس، آدرس ایمیلتون هستش و اینها رو پر میکنید. اینجا هم نوشته که اون ستا، همون که گفتم ستاره دارها اجباری هستش، و باز اینجا نوشته یتس ان اکچوال اکسیون تالنیمه، اینجا اکسیون هایی که برای شما هستش رو توضیح داده. اینجا نوشته که فوقاین ورمن لوندزیش، میگه که دوستانتون رو معرفی بکنید، 25 یورو هم به شما میده و 25 یورو هم به اون دوستی که به اصطلاح شما رو معرفی کرده. اینجا توضیح داده، میگه که پیشنهاد بدید empfehlen Sie unsere gebührenfreie Mastercard Gold ganz einfach Ihren Freunden und sichern Sie sich 25 Euro für jeden Neukunden. میگه پیشنهاد بدید این مسترکارد گولد رو به دوستانتون و 25 یورو هر کدومتون بگیرید. هم اینجا نوشته یه فرویند اهد 25 یورو از ویلکومن گشنگ، هم دوستتون و هم اون کسی که به اصطلاح معرفتون بوده 25 یورو میگیره. بعد اینجا توضیح داده This is angebot geht nur für geworbene Neukunden. Neukunden sind Personen die zwischen dem 16.11.2020 und 31. ersten 2021 einmal eine gebührenfreie Mastercard Gold beantragen und diese bis zum 28.02.2021 mindestens einmal zur Zahlung einsetzen. میگه که این انگیبو برای کسایی که اولا نو هستن یعنی جدید هستن و این کارت رو درخواست میدن و بین این بازه زمانی بین 16/11/2020 تا 31/1/2021 این کارت رو درخواست میدن و حد اکثر تا تاریخ 28/2/2021 حداقل یک ترانزکشن با این کارت انجام داده باشن. عرضم به حضورت که این یه چیز خوبی هستش، توی ادامه براتون توضیح خواهم داد که این کدی رو که به من میده من براتون خواهم گذاشت و شما میتونید اون کد رو تو اون قسمت مربوطش بنویسید که هم شما 25 یورو بگیرید و هم من به من 25 یورو رو بده. بعد اینجا نوشته که wir werden sie nie aufrufen zwecks Identifizierung Freischaltung sämtliche Kartendaten per E-Mail zu bestätigen. میگه که ما هیچ موقع به شما نمیگیم که هویتتون یا این کارت رو فعالسازی رو از طریق ایمیل تایید بکنید. پس اگر همچین ایمیلایی دریافت کردید اینها همه اسپم هستش و اصلا به راحتی دیلیت بکنید. این ایمیل ها ایمیل هایی نیست که از طریق این شرکت برای شما بیاد. بعد اینجا نوشته پرایز فتسایش نیست، میگه قیمت ها رو نگاه بکن. ببینید همه چیز اینجا صفر اورگو، یعنی همه چیز مجانیه. یا قز گبور کمیسیون سالیانه صفر، آوسلند اینزت گبور، میگه کل دنیا شما پول بخواید برداشت بکنید و از این امکان استفاده کنید صفره. ببینید همه رو توضیح ده، کارتن وزاند فرستادن کارت صفر،
کارت نشبقه کارتتون رو بخواید به اصطلاح مسدود بکنید صفر، هر کاری با این کارت بخواید بکنید اصلا که بوقه نداره، یعنی کمیسیون نداره و صفر. اینجا توضیح داده. بعد اینجا سود کریدیت کارت رو توضیح داده. ببینید من یه توضیح اینجا بدم، شما موقعی که یه مبلغی رو از این کارت میکشید بیرون، شما 45 روز وقت دارید ارزم به حضورتون که این مبلغ کشید بیرون دوباره تسویه کنید و هیچ سودی بهش تعلق نمیگه. حالا به هر دلیل شما نتونید تو اون 45 روز این مبلغ رو ارزم به حضورت که تعمیم بکنید، به صورت قسطی، یعنی یه قشنون یا صورتحسابی برای شما میاد توی ایمیلتون که توضیح میده مثلا ماهیانه 30 یورو 40 یورو حالا N یورو شما میتونید پرداخت بکنید، ولی این دیگه شامل سود میشه. اینجا توضیح داده که ارزم به حضور سودش 19.44 افکتیو تینزین اپ ترانزکشنز تاگ نومینال پر مونات، مثلا 1.49% ماهیانه سود تعلق میگیره. و ارزم به حضورتون که اینجا باز برای این توضیح میده که اگر اوروایزون کرده باشید، یعنی پول انتقال داده باشید یا گت ترانسفرز پول از انتقال داده باشید یا خرید یا فلان، این کارا رو از این طریق پول رو خارج کرده باشید از کارتتون و نتونید کارت رو تو بازه 45 روز تسویه بکنید، 1.49% سود بهش تعلق می، یعنی این رو توضیح داده. ارزم به حضورتون باز اینجا میگه اینجا حداقل باید مثلا به قول معروف 50 اورو شما از این کارت کشیده باشید که 3 یورو به اصطلاح باز ازتون سود میگه. اینا دریغه قسطی پرداخت کردن اون مبلغی که شما، یعنی مقدار سودی که بهش تعلق میگیره توضیح داده. و دیگه اینجا چیزایی که مهم هستش رو اینجا نوشته که این کارت رو در نتو دارلینگز بتراگ بتریکت 1000 اورو، شما این کارت رو که بگیرید 1000 یورو توش به اصطلاح کردیت دارید. عرضم به حضور، البته پیش اومده بعضی دوستان ما درخواست دادن 700 یورو توش بوده، حالا میگم بین 700 تا 1000 یورو شما این کارت رو خواهید داشت. بعد اینجا نوشته پرودکت بشرایبونگ، یعنی توصیف این محصول، و اینجا باز توضیح داده که چجوری میتونید از این کارت، راجب بهرش نوشته، راجب چیزایی که هست توضیح داده. میگم من چون این کارت رو همیشه تو اون بازه 45 روزه که به من میده و مفتی هستش تسویه کردم و خاطر همین دیگه دنبال این مسائل بهرش نبودم. دوستانی که دوست دارن که به اصطلاح به صورت قسطی مبلغی که برداشت میکنن از این کریدیت کارت رو قسطی پرداخت بکنن، اینجا قشنگ توضیح داده که چجوری این حساب میشه. و بریم برای مرحله بعدی. خب دوستای خوبم، اومده این مرحله بعدش، اینجا توضیح داده که نتو اینکومن، درآمد نتوتون چقدر هستش، تا 1000 یورو بین 1000-1500 1500 تا 2000 انتخاب کنید، درآمد نتوتون بروتوتون نیست، یادتون باشه. به قسمت بعدی نوشته بتریبز تو گهوری کایت، یعنی مدت زمانی که تو اون حالا شرکتی که دارید کار میکنید، جایی که دارید کار میکنید، کمتر از یک سال، بین 1 تا 3 4 تا 6 اینجا انتخاب میکنید. بعد پسورد، یه پسورد میدید، پسورد ویده هولن، پسوردتون دوباره تکرار میکنید. تلفن پریوات، تلفن شخصی تو میتونید همون موبایلتون دوباره اینجا بدید. بقوف یعنی حرفتون، انگشترته یعنی استخدام، آربایتون انگشته، هندورکر یعنی کارگر، اون کارمند کارهای دستی هندورکر، کارهای دولتی به آمت، زفشتندیش یعنی برای خودتون کار میکنید یا شرکت دارید یا هر چیزی، رنت نه یعنی بازنشسته، هاوسمن یعنی خانه‌دار، اون بشفتیگون یعنی بیکار، اگه بیکار هستید، این استودنت اوسوبیلدنده یعنی دانشجو یا دانش آموز یا آزوبی، مثلا اونایی که اوسوبیلو میبینن، اگر شامل اینا هیچ کدوم نبود زونستیگز اینو میزنید.
بعد ون آرت نوع خونه که توش زندگی میکنی اجاره ای هست. ببینید آگنتوم توما یعنی مال خودتونه، میتا یعنی مستاجرید، وایدن اتن یعنی با خانوادهتون، زونستیگز یعنی غیر از اینا هرچی بود اینو میزنید. فامیلینشتاند یعنی مجرد متأهل این چیزا، لدیش یعنی مجرد، فهق متأهل، گشیدن یعنی متعلقه، زونستیگز اگه هیچ کدوم اینا نبود زونستیگز میزنید. فورهندن کردیت کارتن، مثلا اگر کردیت کارت قبلا داشتین میزنید، اگر نداشتی کاینه یعنی هیچی، اگر مسترکارد و ویزا کارت نبود یه چیز دیگه بود اندغه رو میزنید، اگر مسترکارد داشتین مسترکارد، ویزا کارت داشتین ویزا کارت، یا اگر جفتشو داشتین جفتشو میبینید. مثلا من هیچ کدوم میزنم مثلا اگر نداشتی. بعد اینجا این تیک اول یا ایشمشته دین سالونگ شوز، این شوتس پرداختی، اینو بعد بزنید اجباریه. دومیش هم اجباری هستش. سومی برای تبلیغات مثلا براتون بفرسته و اینا که من نمیزنم. اینجا اکسیونز کود، ببینید اینجا همون چیزی که گفتم، اگر شما این کدی که من اینجا نوشتم اینجا وارد کنید، هم 25 یورو به عنوان هدیه به شما میده، هم 25 یورو به عنوان هدیه به من تعلق میگیره. بس اینو قبلا تو صفحه قبلی براتون توضیح دادم. این کدی که اینجا میبینید این کد من هستش، اینجا این کد رو وارد بکنید که هم 25 یورو شما به عنوان هدیه بگیرید و هم 25 یورو من به عنوان هدیه بگیرم. و بعد که تکمیل شد یت زندن یعنی حالا بفرست، بعد اینو میزنید که کار تمام هستش. و تقریبا حدود 10 روز 2 هفته طول میکشه کارت رو از طریق پست میگیرید. وقتی که کارت رو گرفتید همونجور که تو تصویر میبینید بلا فاصله پشت کارت رو امضا بکنید. بدون امضا این کارت اعتبار نداره، باید حتما پشت کارت رو بلا فاصله امضا بکنید. و همونجور که پشت کارت میبینید سه رقم امنیتی وجود داره که این برای خود شما هستش و این سه رقم رو به هیچ کسی ندید، حواستون باشه. و مطلب دیگه این که اگر این کارت رو گم کردید بلا فاصله با این شماره تلفنی که این بالا میبینید تماس بگیرید و بگید که کارتتون رو بلوک بکنن و کارت اعتباریتون رو به هیچ عنوان دست کسی ندید، چون این کارت برای خرج کردنش نیازی به کد به قول معروف به رمز نداره و این کارت دست هر کسی باشه به راحتی میتونه ازش استفاده بکنه. و دیگه مطلب خاصی نیست. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی دیگه شما رو به دستای خدا میسپارم. شاد و پیروز و سلامت باشید.